الله الرحمن الرحيم. جناب جمشي دخاني متولد 1366 ساكن شهري سنندج در سال 88 توسط نیروهای اطلاعات ایران بسیج شدم. من بیرون شغلم رانندگی تاکسی بود. در حال مسابقه کشی بودم که ساعت 9 صبح در حالی که مسابقه کشی میکردم یک پژو صد رنگ با چند نفر لباس شخصی اسلحه به دست جلوی دانشگاه کردستان جلوی منو گرفتن و با اسلحه به طرف من و مسافرها گرفتن و منو تهدید کردن. گفتن و چند نفر لباس شخصی منو به زور پیاده کردن و همونجا دستان بیان زدن و سرمون داخل ماش خود رو پژو کردن و سرمون زیر صندلی ها و چشمان بیان زدن و منو سوار خود رو کردن و در همونجا با مشت لگت داخل خود رو به جونم افتاد. اونجا سرمو شکست. بعد از حدود 5 دقیقه منو داخل یک ساختمان بردن. من چشم بسته بود، هیچ جای ایرانی میدیدم. بعد از حدود 5 دقیقه منو داخل یک ساختمان بردن در اونجا حدود 10-15 نفر دوربر منو گرفتن. اونجا با مشت و لگت هم دوباره به جونم افتاد و همونجا بینیم و شکستم. گفتم من چیکار کردم؟ هیچ جوابی من ندادم، فقط گفتم خفه شو بگیرستون یه عوضی. بعد از مدتی منو داخل یک اتاق بردن به اسم اتاق باجویی. اونجا یک نفر به اسم باجو اومد و گفت تو باید چند تبری برات میاریم، برات امضا کنی. گفتم من هیچ کاری نکردم، واسه چی منو تفکیک کردی؟ دوباره همونجا باموش شلوغت به جونم افتاد. گفت خفه شو، هیچ کاری حق حل زدن هیچی نداری، فقط ما چند تبرگه باید امضا کنی. من گفتم اونا رو امضا نمی کنم. دوباره همونجا باموش شلوغت به جونم افتاد و گفت اگه این امضا نکنی، این برگه که ما میگیم امضا نکنی، همینجا سرنیست یک کشیمه. هیچ کسی ازت خبر نداره، نه خانوادت خبر داره، نه کسی میدونه که ما تو رو دستگیر کردیم. جنازه تو میدازیم داخل خاک، هیچ کسی هم نمیفهمید. بعد از خیلی از تهدید و شکنجه ها با چشمان چند تا برگه آوردن، منم به زور امضا کردم و بعد منو داخل سلول انداختم. اونجا خیلی فریاد زدم، گفتم منو واسه چی دستگیر کردی؟ من هیچ کاری نکردم، من واسه چی این جوابی؟ هیچ کسی به من جواب نداد. هرچی داد زدم، هرچی فریاد زدم، اونا می آمدن منو می زدن، تهدید می کردن، هیچ کسی به من جواب نداد. حدودی گفتن این برگایی که تو امضا کردی بعد از یک ساعت تو را آزاد می کنی، ناراحتی هیچی نباش. بعد از حدودی یک ساعت اونجا که تحت شکنجه و آزارهای شکنجه روح و روانی و جسمی بودم، بعد از حدود یک ساعت من و اطلاعات بیرون آوردم و چشمند و پابند سوار یک خودرو به من کردند و برم زیر صندلی ها بود و یک نفر دیگه که نمیشناختمش. بعد از حدود یک ساعت منو به اطلاعات همدان بودن. من اونجا هیچ نمیفهمیدم که اطلاعات همدانه، فقط خود نگهبان اونجا گفت اونجا که همدانه. تو اطلاعات همدان با 5 نفر اونجا آشنا شدم به اسم جهانگیر دهخانی که خود برادرم اونجا بود، به اسم یکیش به اسم بهنام رحیمی، یکیش به اسم بهرام احمدی، محمد ظاهر بهمنی داخل سلول بود. از اونا پرسیدم جریان شما چیه؟ اونا هم همینطوری مثل من اونا رو گرفته بودند و با تهدید و شکنجه چند برگز اونا رو بیم اونا امضا کردم و اونا با من تو اطلاعات همدان بودن.
بعد از گذشت حدود 6 ماه که در سختترین شرایط اونجا زندگی میکردیم، در شرایط سختترین شرایط اونجا زندگی میکردیم، ما را انتقال کردن به اطلاعات امین بخش 209. در اونجا حدود 5 ماه اونجا بودیم. من اونجا خود اطلاعات تو امین اومد گفت ما را به شما را داد. همین های هرچی که ما بهتون میگیم تو دادگاه میگیم، همون باید که تو برگاه امضا کردی باید تو دادگاه بگی. اگر تو دادگاه غیر از اینا چیزی بگی، دوباره همینجا میآوریم و اینجا میزنیم و اینجا شکنجه تون میگیم، همینجا میزنیم و هیچ کسی ازتون خبر نداره. بعد از حدود 8 ماه که تو اطلاعات امین بودیم، ما را تو به یک دادگاه سوری که اصلا نه حقی وقتیم که وکیل گرفتن داشتیم، نه کسی بود که از ما دفاع کنه به اسم وکیل، دادگاه رفتیم. من تو دادگاه گفتم من هیچ کاری نکردم. گفت خفه شو، سونی خبیث، دگه سونی. همونجا خود دادگاهی به اهل سنت توهین میکرد، گفت دگه سونی، سونی خبیث. گفت چطوری هیچ کاری نکردی؟ این برگاه چی امضا کردی؟ خبسته من هیچ کاری نکردم، این برگاه با چشمند منو امضا کردن، منو به زور این برگاه به امضا کردن. گفت تو دروغ میگی، این برگاه تو امضا کردی. من گفتم اینا رو با زور امضا کردم، هیچ کاری هم نکرد. اونا تو 10 دقیقه ما را 10 نفر دادگاهی کردن، اصلا به ما حرف ما اصلا توجیه نکردن. گفتم من باید یه وکیل بیاد. گفت تو دادگاه میگفتم وکیل از تو دفاع میکنه که از من دفاع نمیکنه. این حرف رو به ما میزدن، یعنی تو 10 دقیقه 10 نفر رو دادگاهی کردن و بردن من تو سلول. تو سلول گفتن انتقال وسایلاتون رو جمع کنید، ما انتقال کردن به زندان رجش با مشت لگد و فحش نازدا ما را پیاده کردن و ما را به زندان رجش انتقال کردن. در زندان رجش ما را تختیم کردن و به سخت‌ترین اندازگاه، یعنی بدترین اندازگاه، اندرگاه یک اون موقع اندرگاه تبعیدی ها بود که هر کسی شرارتی بود، هر کسی که خطری بود اونجا انتخاب میکردن و پنج نفر دیگه ما را داخل متدنی ها دادن، یعنی کسانی که اونجا مواد میکشن، یعنی خودش خود زندان به اونم متدن میدن. پنج نفرمون انتخاب کردن به اندرگاه پنج که متدنی ها بود اون موقع و پنج نفرمون هم انتقال کردیم که اندرگاه یک اون موقع تبعیدگاه راجعه و اونجا در سخت‌ترین شرایط ما زندگی میکردیم. هیچ کسی اونجا فکر نمی کنه که ما تو چه شرایطی ما اونجا زندگی کردیم. داخل روی زمین میخوابیدیم، داخل کسانی زندگی میکردیم که کارشون فقط فحش و ناسزا به خدا و رسولشه، به همدیگر بود و چاقوکشی و خمکشی و اینا بود. بعد از حدود یک سال و نیم که تو رجایش به این شرایط زندگی کردیم، 23/8/91 ما را انتقال کردن به زندان قزلخطر و در تاریخ 7/10/91 6 نفر از ما را که همشون حافظ قرآن بودن، همشون بیگناه بودن، تنها جرمشون اینی که اهل سنت بودن، تنها جرمشون اینی که کرد بودن، تنها جرمشون اینی که اقلیت بودن در داخل ایران، تنها جرم اینی که کسی که فقط برای اهل سنت تذکر کرده بود، تنها جرمشون این بود که قرآن میخوندن، تنها جرمشون این بود که کرد بودن. 6 نفر از ما رو که حتی بدون اینی که یک تماس با خانواده داشته باشن، بدون اینکه خبر داشته باشی، در خفا و در داخل زندان مواد که اینجا حدود 40,000 نفر جمعیت داره این زندان، یک نفر سیاسی اینجا پیدا نمیشه، 6 نفر از ما را بیگناه در خفا بدون اینکه کسی خبر داشته باشه، 6 نفر از ما را اعدام کرده. و الان 4 نفر ما حدود 7 ماهی که در زندان قزلخطر در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنیم، در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنیم. یعنی نه اینجا غذایی هست که ما بخوریم، یعنی غذا آدم داخلش موش بوده، داخلش شپش بوده، داخلش کش بوده،
در این شرایط ما زندگی میکنیم، یعنی سخت این شرایط در حالی که در زندان مواد که ما همه جرم ممکنی که برای اهل سنت تبیه کردیم، برای گفتیم این راه قرآن، این راه دینه، تنها جرم اینکه کرد هستیم در داخل ایران ما دستگیر کردن مارا و روی 7 ماهی که تو زندان قزلحصار هستیم. من جمشید خانی در خانوادی زندگی میکنم که خانوادم یه پدر و مادر پیری دارم، الان برادرم هم حدود و برادرم در یک تاریخ تفکی شدی، من و برادرم حدود 4 سال الان 4 سال در زندان مثل میبریم، هیچ کاری هم نکردیم. دو تا برادر بیگناه شما خوب به اعدام دادن، هیچ کسی هم پیگیر کار ما نیست. اصلا تو زندان تو ایران هیچ وکیلی رو پرونده ما حق نداره بیان، یعنی تو دادگاه هیچ وکیلی حق گرفتن پرونده ما را نداره، یعنی نمیزنن هیچ وکیلی رو پرونده ما بیان. از تمام جامعه بین الملل، از تمام سازمانهای حقوق بشر، از تمام برادران اهل سنت که در جای ایران زندگی میکنن، در جای کره خاکی زندگی میکنن، خدا مندن به فریاد برادرستن، به داد ما برستن، نذارن ما 6 نفر از ما را بیگناه خونشون ریختن، نذارید این بقیه ما را، این 4 نفر، این 6 نفر دیگه بیگناه خون ما را بریزن، خدا مندن رو پرونده ما زوم کنن، پرونده ما را بررسی کنن. اگه ما کاری کردیم تو دادگاه علنی چرا ما را دادگاهی نمی کنن؟ چرا اگر ما کاری کرده باشیم چرا نمیان تو دادگاه علنی که مردم هم حضور داشته باشه که بگن اینا این کارو کردن، تو دادگاه علنی ما را دادگاهی کنن؟ تو 10 دقیقه ما را دادگاهی کردن، هیچ کسی خبر نداره که ما واسه چی اینجا هستیم. الان این تصویر ما اگر رو آنتن بره احتمال ما را که سربنیست کنن، احتمال این که ما را اعدام کنن، احتمال این که ما را به سلول انتخاب کنن، خاله احتمال هر کاری هست که اینا هر بلایی که میخواد سر ما بیارن. از شما تقاضا مندم، از تمام برادران اهل سنت، از تمام جامعه و سازمانهای حقوق بشر که ندارن بیگناه خون ما ریخته بشه.